سلام ببیننده‌های خوب رسانه تیوی پلاس، وقتتون بخیر باشه. گفتگوی دارم با یک بازیگر درجه یک سینما، تلویزیون و تئاتر، سرکار خانم الیکا عبدالرزاقی. خوبی شما؟ گفتی من بودم. با افتخار. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خدمت همه بینندگان. سلامت باشید. همیشه پر انرژی. تیم ملیمون یک ساعت و نیم پیش خانم رفت جام جهانی به راحتی. شما هم تو جام جهانی قبلی از نزدیک بازی ها رو مشاهده میکردید. این دوره هم میرید خانم؟ قطعا. که بازی ها رو ببینید؟ بله. والا اون دوره هم البته خب واسه ماها گرون بود، ولی ما دعوت شده بودیم. امسال که دعوت میکنه آره میتونیم بریم، ولی خب انقدر دلار گرون شده دیگه از تقریبا امکان پذیر نیست. اصلا به هیچ وجه. بعید میدونم، نه امکان پذیر نیست. ما قبلا جامعه متوسط بودیم، مثلا میتونستیم سالی دو سالی یه بار سفر بریم، ولی دیگه الان متوسط داریم میریم پایین تر. راجب سریالتون یه ذره با هم دیگه صحبت کنیم. گیریمتون یه ذره بحث توش بود. درسته؟ راستش ماجرای گریم نیست، نمیشه در واقع به گریم ایراد گرفت. ماجرای اینه که یک کارگردان کار و تهیه کننده و همه کسانی که در واقع در ابتدا تو تولید این کار بودن، نظرشون این بود که بازیگرایی که میخوان تو این کار بازی بکنن هم بتونن جوونیای خودشون رو بازی کنن، هم سن بالای خودشون بازی بکنن. برای همین گفتن که یه حد وسطی رو در نظر بگیرن که مثلا شد ما. بعد خب هیچ جوره نمیشه که یک بازیگری که 42 سالشه نقشه یک دختر 24 ساله رو بازی بکنه. با گیریم یک کار خیلی مهمی که میشه کرد اینه که پوست رو میکشن، یعنی در تمام جاهایی که قابل کشیدن هست رو میکشن و خب اینجوری میتونن صورت رو جوان‌تر بکنن. یه مقدارم نور میتونه کمک بکنه که نورای در واقع کم کنتراست وجود، یعنی وجود داشته باشه که این در واقع صورت رو شارپ تر نشونده. همش میشه 7 سال نهایت. خب تهش. اما یه ماجرایی که وجود داره، وقتی شما 2 سال هر روز سر فیلم برداری هستین، گریم همچین کاری نمیکنه پوستتون رو بکشه، چون بعد 2 سال اون سمبالاتون دیگه نیاز به گریم نداره. اما خودش میشه، کل صورت میریزه پایین. بگو پاشو ببینم همه جا رو کثیف میکنی. پاشو بچه ها رو برمیداری میبری بیرون، اینجوری براشون میگردونی کر کثیف. بچه ها آدمن مرغ که نیستن یه روز تو قفس باشن. وقتی عرضه نداری ازشون مراقبت کنی، همون بهتر که تو خونه بمونن. با آبجناسی خیلی بهمون خوش میگذره. بله، حالا سرما میخوریم میفهمین چجوری بهتون خوش میگذره. آبجناسی میخوره. بفرما. تلویزیون ما معمولا یه سری سانسورای خیلی باحالی داره. میخواستم بدونم که شما وقتی سریال رو میدیدید چه سانسوری بیشتر غافلگیرتون کرد؟ پوشش. ما تو سریال به دلیل اصلا راه سانسوری وجود نداره. یعنی حجم لباس‌های گشادی که تن ماست و یعنی تقریبا تمام کسی که من الان تو خیابون میبینن یعنی که ای لاغر کردین، وزنتون بالا بود سر سریال، چون لباسا خب یه سری دامن کمرکش پهن با یک سری بلوزای گشاد اپلدار و ایناست و خب حجابم که عرف تلویزیونه، در نتیجه هیچ مشکلی وجود نداشت واسه اینکه بخواد سانسوری اتفاق بیفته. راهی برای سانسور نداشت. اصلا راهی برای سانسور وجود نداشت دقیقاً. با خیال راحت. و یادگار آقای شکیبایی که به نظرم خیلی غافلگیر کرد. دقیقاً. چقدر شبیه شکیبایی کبیره؟ جناب پوریا شکیبایی. پوریا شکیبایی هم خب به لحاظ ظاهر خب پسر خسرو شکیبایی یه حالا جوانتر، تصویر جوانتر و بالاخره مثلا در اون رنج سنی که برای من تصویر خسرو شکیبایی یه صورت استخونی تریه، پوریا هنوز جوانتره، در نتیجه به مرور بیشتر هم شبیه پدر میشه. تون صداش هم که خیلی شبیه صدا سازی نمیکنه خانم، صدای واقعا خودش. چیزی که ما میشنویم مثلا سر صحنه میاد میگه سلام چطورین فلان، هم همینطوری حرف میزنه مگر اینکه از نوجوانی. ولی خب صدا یه چیزیه که تو خانواده مثلا جنتی. آره من تلفنی با برادرام صحبت میکنم، یا تو برادر زادم، صداهاشون عین همه تقریبا، حالا با یه تغییرات مثلا یه خود بمتر یه خود زیرتر، ولی خیلی شبیه. ولی قشنگ کپی پیست خسرو شکیبایی روی شاد. آره آره دقیقاً. خیلی هم زحمت کشیده انصافا برای این نقش، برای اینکه اولین باری بود که یه سریال این چنینی کار میکرد. خب من مثلا خب سریال زیاد کار کردم، سریال طولانی هم زیاد کار کردم، ولی خیلی سنگین و سخته برای یه بازیگر
خوب بازی کردم به نظر شما؟ شما راضی بودین خودتون به شخصه؟ به نظر من به حبیب خیلی نزدیک شد به کاراکتر حبیب و وقتی من کامنت ها رو میخوندم اینکه همه معتقدن که چقدر لجدراره یعنی که در اومده دیگه نقش در اومده. شما تلویزیون رو یه ذره کمتر بهش توجه میکنن این چند ساله، شما ولی خیلی سابقه دارید تو تلویزیون. علت این کمتر کار کردنه تو سازمان چی میتونه باشه و اینکه شما چه جوری باهاش حالا راحت‌تر کنار اومدید؟ ببینید سخت هست چون من احساس میکنم اینو همه جا هم میگم، احساس میکنم که بهمون اعتماد نمیکنن، یعنی اعتماد نمیکنن که کارو قلفتی بسپرن دست خودمون صفر تا صدشو. همون جوری که تو اتاق فکراشون نه من رو، بزرگترای ما رو دعوت نمیکنن. این باعث میشه که خب تلویزیون آروم آروم اون اشلی که تماشاچی متصوره رو از دست بده و بینندش کم بشه و همش دوچار یه تکرار عجیبی بشه که خوب نیست واقعا. این یه اتفاق منفیه برای تلویزیون. قبول کنیم که بینندش کم شده دیگه. کم میشه، از طبیعی هم هست کم بشه. بله تلویزیون یک رسانه گسترده است، یعنی وقتی شما یک سریال رو از تلویزیون پخش میکنی خیلی فرق میکنه با شبکه خانگی. شما دقیقا. تلویزیون یعنی هر لحظه اراده کنین بدون اینکه پولی پرداخت بکنین روشن میکنین، همه میکنین. ایران میبینن. بله خب این به نظر مستلزم اینه که یه کمی با اعتماد بیشتر به نویسنده، به کارگردان، به تیم بازیگری، به و به اتاق فکری که در واقع از جنس هنرمند باشه نه از جنس مدیریت. چون اتاق فکری که از جنس مدیریتی که خود تو ماها نیست، نمیدونه چی میگذره، هنرها شاید خیلی دستشون نیست اصلا و تماشاشی خب هی پس میزنه، در نتیجه علاقمند میشه به سریال های چه میدونم ترکی، به سریال های این چنینی. آره من مثلا نمیتونم بگم که سریال های هالیوودی نگاه نکنن، اما خودم هم نگاه میکنم بی‌نظیرن، یکی از اینکه بهتر، مثلا سریال سازیشون این سالا انقدر پیشرفت کرده که صنعت شده براش، فوق العاده است. خب ولی وقتی مثلا نگاه میکنی میبینی که خب ترکیه همین بغل گوشمونه دیگه. آره بازیگر مثلا مقایسه میکنی با 30 سال قبلشون، بازیاشون چقدر پیشرفت کرده، کاملا. چقدر تکنیک، چقدر امکانات، چقدر تصویر و نور زیبا. خب اینا باعث میشه که خب بسری برای مخاطب جذاب شه، وقت و زحمت. ببینید مثلا الان سریال خاتون داره پخش میشه، شما نورپردازی رو ببینید، گریم رو ببینید، لباس رو ببینید، هزینه میشه برای یه همچین کاری. خب الان ما موزلمون، یکی از موزلاتمون در تلویزیون اینه که انقدر بودجه میده ولی خاتون رو میخواد. خب تقریبا محاله، شما نمیتونید اونجا از پارچه رو بدوزی، شما نمیتونید اون ابزار و لوازم فیلمبرداری رو داشته باشی، اون ابزار زمان مثلا ما بعد روزی 10 دقیقه 12 دقیقه بگیریم به هر قیمتی با چه عذابی. خب و این چیزیه که تلویزیون میخواد، یعنی به هر چیزیه دیگه یه جوری. بعد این میدونید اون چیزی که اون میخواد ما رعایت نکردیم، یعنی حتی تو برفی صدا میبارد. یعنی تلویزیون میخواد که تولیدی کار کنیم، اما ما زمان گذاشتیم واسه هر کدوم از اون سکانس ها و پلانایی که گرفتیم. حالا اینکه چقدر موفق بودیم مسئله است. میدونی من نمیتونم به تماشاچی بگم، تماشاچی خب خیلی ایرادها میتونه بگیره، به مثلا خیلی ها گفتن مثلا راجع به نورپردازی صحبت کردن خیلی، ولی خب مسئله اینجاست که ما یک چیزی رو میگیریم، پخش تلویزیون امکان پخش اون چیزی که ما گرفتیم رو نداره. دوباره یه جور بعد نگاه میکنیم میگی چرا انقدر سایه ها زیاده، چرا صورت دفرم است تو تصویر، چرا مثلا پای چشا، چرا چشا دو تا حفره است، نور چشما در نیومده، در صورتی که اون چیزی که من توی ویزور دیدم یا توی مانیتور دیدم اینی نیست که الان داره از تلویزیون پخش میشه. این تلویزیون حتی امکان پخشش رو، خب واسه چی اینجوری میشه خانم عبدالرزاق؟ تلویزیون هم باید هزینه کنه، تلویزیون هم باید هزینه کنه، دستگاه های پخشش رو ارتقا بده. اینا اتفاق نمیافته.